درود به شما بینندگان عزیز ایران فردا در هر کجای جهان که هستید، به ویژه در آن گربه نشسته به دیوار آسیا، خانه پدری، سرزمین مادری که همه عاشقانه دوستش داریم. میدونید که آقای پرزیدنت حجت الاسلام دکتر حسن روحانی پیش از آن که به ریاست جمهوری انتخاب بشه، در کنار عضویت در شورای عالی امنیت ملی و 16 سال نمایندگی ولی فقیه و دبیری شورا، شون رئیس مرکز پژوهش‌های استراتژیک بود که آقای رفسنجانی ایجاد کرد و بعد با خورد به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بسیاری از مدیران نظام بعد از آن که از کار برکنار می‌شدن به این مرکز می‌رفتن و نگاهی به کابینه آقای روحانی نشان می‌دهد که همان مدیران و بعداً کارشناسان مرکز مسئولیت‌های اجرایی و مسئولیت‌ها را در حد مشاور رئیس جمهوری و بعضی از ارکان دولتش عهده‌دار شدند. بنابراین در هر چه شک بکنیم، در این شک نداریم که آقای روحانی می‌داند یک پژوهشگر کارش چیست. ایشون در اظهاراتی گفته متأسفانه در بخش پژوهش رانت‌های زیادی وجود دارد و این رانت‌ها را باید از بین ببریم. ایشون توضیح نمیده منظورش از رانت چیه. من براتون میگم. آقای احمدی نژاد آمدن و همین طوری مرکز پژوهش درست کردن. مرکز پژوهش در آیین طهارت در اسلام، 33 تا حجت الاسلام، 45 تا طلبه و 15-16 تا بیکاره و فامیلای اینا شدن عضو این مرکز پژوهش. بودجه 20 میلیارد. پژوهش‌هایی که نه به کار دنیا می‌خورد نه آخرت. ایشون در 14مین همایش تجلیل از پژوهشگران کشور با بیان اینکه ما باید قدم‌های لازم را برای پژوهش برداریم، تجلیل از پژوهشگران کشور را یک امر ضروری دانستند. باید از پژوهش به فناوری و از فناوری به قدرت و ثروت برسیم، کاری که پژوهشکده‌ها در دنیای متمدن و دموکراتیک انجام میدن. اینو من گفتم، نه آقای روحانی. چون آقای روحانی هم به هر حال معتقدن جمهوری اسلامی حرف اولو در جهان میزنه، حداقل در ظاهر اینو میگه. ایشون گفته که این هدف ماست که پژوهشگری به این درجه از والایی برسه. در این حال اولویت بندی مسائل، آنچه در توان، نیاز و مطالبات ماست، طبق یک برنامه مسیر دقیق را باید ترسیم کنیم. پژوهشگر کارش اینه. هیهات که در جمهوری اسلامی کسی به سخنان پژوهشگران گوش نمیدهد. آقای روحانی در احکامی هم که صادر کردند، قانون برنامه پنجم توسعه و شورای رقابت مسئولانش رو تعیین کردند. اعضای کمیته که بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم که احتمالاً وابسته به سپاه هست، در حکم عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی همه دوران ها، الهام امینزاده را به عنوان اعضای کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه منصوب کردند. در حکم دیگر آقای رضا شیبا و فرهاد خداداد کاشی به عنوان اعضای شورای رقابت منصوب شدند. آقای هاشمی رفسنجانی هم در رابطه با دیدار هیئت پارلمانی سخنانی گفتند. گفتند تحریم‌های جدید آمریکا نتیجه فشار اسرائیل است. این رو در ملاقات با اعضای هیئت پارلمانی عنوان کرده. خبرگزاری ایلنا گفته که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فضایی که برای بهبود روابط کشور با ایران، کشور با دیگر نقاط جهان پیش آمده، گفت در عرف دیپلماتیک اولین شرط اخلاق سیاسی پایبندی به امضا در توافقات است، نیشی به آمریکا. و انتظار داریم غرب که سالها ادعای بی‌اعتمادی می‌کرد، در 6 ماه مقرر در عمل ثابت کند که می‌توان، ما هم می‌توانیم به حاکمان غربی اعتماد کنیم. آقای رفسنجانی گفت انتظار دنیا از دولت اوباما عمل به موافقت‌نامه‌ها بود و امیدوارند آمریکا و دیگران این خلف وعده سیاسی را تکرار نکنند. یعنی آقای هاشمی هم میدونه این مجازات های جدید ارتباطی به ژنو نداره، چیز دیگری است، مرتبط با
عملکرد بعضی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی. آقای رفسنجانی در پایان سخنانش هم خطاب به هیئت پارلمانی گفت: سند روشن ما در حقوق بشر قانون اساسی بسیار مترقی ماست که پیشنهاد میکنیم برای یک بار که هم شده این قانون اساسی را مطالعه کنیم، به خصوص اون بخشای در رابطه با تبعیضی که بین زنان و مردان، بین پیروان ادیان مختلف قائل شده این قانون اساسی، و البته به قوانین حاشیه‌ایش هم مثل قانون قصاص که آقای خمینیان را مقدس میدونست به اونم توجه کنیم. یکی از وبسایت‌های داخلی نوشته که پیش از سفر محمد خاتمی به آفریقای جنوبی برای شرکت در مراسم ماندلا به او گفته شد حضرت عالی ممنوع الخروجید. انتخاب که به علی لاریجانی هم نزدیکه نوشته نظر حسن روحانی با سفر خاتمی به آفریقای جنوبی مساعد بود. وزارت امور خارجه نیز پیگیر اخذ ویزا برای خاتمی بود. اما هنگامی که خاتمی تصمیم قطعی گرفت به آفریقای جنوبی برود، وزارت اطلاعات حکم ممنوع الخروجی او را به وی ابلاغ کرد. چه نظامی ما داریم؟ رئیس جمهوری اصلاح طلبی که آبرو برای نظام آورد، آن چهره عبوس را مبتسم کرد و اعتباری در جهان کسب کرد، برای خروج از کشور بهش میگن ممنوع الخروج. چرا؟ چون آقا فرمود. خبرگزاری های ایران خبر دادند که قرارداد فروش 17 شرکت تأمین اجتماعی به بابک زنجانی، سرمایه‌دار ساخته شده دستگاه سپاه و امنیت، که انلم یکن اعلام شده و مجوز ساخت برج 38 طبقه ایران زمین در شهرک غرب نیز از او گرفته شد. روزگار است آن که گه عزت دهد گه خار دارد. چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون 90 مجلس گفته بین سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی به دلیل خرید 17 شرکت بزرگ زیر مجموعه این سازمان به مبلغ 4.2 میلیون یورو، و از سوی این فرد قرارداد منعقد و چکی تضمینی به مبلغ 17 هزار میلیارد تومان در اختیار بابک زنجانی گذاشته شده بود که به دلیل که انلم یکن شدن این قرارداد باید این چک مسترد شود. بابک زنجانی تاجر میلیاردر نزدیک به آقای احمدی نژاد، صاحب هواپیمای شخصی، به گفته خودش مالک و عضو هیئت مدیره ده ها شرکت، بانک، باشگاه ورزشی در ایران و نقاط مختلف جهان با بیش از 100 میلیارد تومان ثروت است. اگر آقای زنجانی، مغز متفکری است در اقتصاد، در تمام جهان چنین انسان‌هایی مجال پیدا می‌کنن ثروتمند بشن. آقای بیل گیت از کجا شروع کرد؟ صاحب این مجموعه عظیم ورجن از کجا آمد؟ دونه دونه ما اینجا می‌بینیم انسان‌هایی که با درایت، با عقل، با کاردانی می‌تونن به جایی برسن. در مقابل عده‌ای هم از فساد بهره می‌گیرن، میان بالا. آقای زنجانی بدون تردید قابلیت هایی داشته که تونسته این موقعیت رو پیدا بکنه. بلد بوده چگونه با اهل فساد معامله کنه. ولی در این حال دیدیم بر سر عده دیگر چه آوردن سر اون ماجرای 3000 میلیارد تومانی. به هر حال اگر به مرکز قدرت نزدیک باشی همه عیوبت پاک میشه. کمان که خرید هواپیمای پسر عموی پادشاه برونای برای رهبر جمهوری اسلامی علارغم از دست دادن 65 میلیون دلار توسط داماد ایشان سرپوش گذاشته شد و نادیده گرفته شد. یک روز پس از آن که علی لاریجانی با دفاع از نمایندگان گفته بود موضوع هدایای نقدی سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس برای مصرف افراد بی بضاعت بوده، آقای محمد رضا باهنر میگه این موضوع معمولی است، چیزی نیست. باهنر در مورد قرائت گزارش تحقیق در مجلس گفته ضرورتی نداشت که این گزارش در این حد مطرح بشه. سعید مرتضوی در تازه ترین واکنش هم گفته که گروه نمایندگان تحقیق و تفحص را رسوا خواهد کرد. به گزارش که همکاران ما درست کردن در این زمینه توجه کنید. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران با اشاره به هدایای سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس گفت
اینکه به 37، 150 و یا اصلا 290 نماینده بن 2 یا 3 میلیونی یا مواردی از این دست داده شود موضوعی معمولی است و همیشه نمایندگان این بن‌ها را برای توزیع بین مردم در حوزه انتخابیشان می گرفتند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود سوء زن باید خیلی قوی باشد که در مورد نماینده یا وزیری بگوییم که بن کالا را آنها خودشان مصرف کردند و یا به مردم دادند. با هنر با تاکید بر این که این مبالغ در قالب بن کالا و کارت هدیه حتما برای استفاده شخصی مصرف نشده است گفت این موضوع تنها شامل نمایندگان مجلس نمی شود. مثلا مدیر عامل شستا در طول یک سال 50 میلیون تومان بن گرفته که بین 1000 یا 2000 کارگر در ایام مختلف توزیع کند که این روند بسیار طبیعی است، البته با این پیش‌فرض که تمامی اتفاقات باید قانونمند باشد. وی افزود وزرا و دستگاه‌ها همواره بودجه‌های خارج از شمول قانون محاسبات دارند که می‌توانند این بودجه‌ها را در این گونه موارد مصرف کنند. البته نباید خدای ناکرده این مسئله تبدیل به سوء استفاده شخصی گردد و اگر یک ریال هم حلال و حرام شود باید بررسی شود. نایب رئیس مجلس در مورد احتمال قرائت جوابیه مرتضوی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی در مورد محتویات گزارش تحقیق و تفحص از این سازمان در مجلس گفت احتمال قرائت این جوابیه در صحنه علنی مجلس وجود دارد. با هنر توضیح داد هیئت رئیسه مواردی که به صورت جدی در مورد گزارش تحقیق و تفحص مشکوک است را به قوه قضاییه جهت رسیدگی ارجاع می‌دهد و رسیدگی های بعدی نیز با قوه قضاییه است تا بررسی کند پول های گرفته شده چگونه استفاده و هزینه شده است. این نماینده مجلس در پایان نیز گفت شاید ضرورتی نداشت که گزارش تفحص از تامین اجتماعی در این حد مطرح شود. روز دوشنبه نیز علی لاریجانی با اشاره به جنجال ها پیرامون هدیه گرفتن میلیونی نمایندگان مجلس از سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت آنچه که شنیده ام مبلغ را برای مصرف افراد بی بضاعت و به صورت بن به نمایندگان دادند. در همین راستا سعید مرتضوی در تازه ترین واکنش به گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که طی آن به ده ها تخلف مرتضوی اشاره شده بود تهدید کرد که گروه نمایندگان تحقیق و تفحص کننده را رسوا خواهد کرد. به گزارش وبسایت دولت بهار مرتضوی گفت که دادگاه علنی تحقیق و تفحص از این سازمان را به صحنه رسوایی عقبه تحقیق و تفحص تبدیل خواهد کرد. وی این اظهارات را در واکنش به سخنان اخیر علیرضا محجوب نماینده مجلس و عضو هیئت تحقیق و تفحص مبنی بر اینکه سعید مرتضوی تنها باید در دادگاه پاسخگو باشد بیان کرده است. مرتضوی درباره هیئت تحقیق و تفحص گفت عوامل یک باند سیاسی تمام توان خود را بسیج کردند تا با هیاهو و جنجال مطالبی را برخلاف واقعیت به افکار عمومی القا کنند. وی تهدید کرد به طور حتم اگر دادگاه علنی باشد صحنه دادگاه را به صحنه رسوایی عوامل این اقدامات تبدیل و پشت پرده این باند سیاسی را به طور شفاف و مستند افشا خواهم کرد. مرتضوی در ادامه تحقیق و تفحص را پوششی برای انجام تغییرات گسترده در پست‌های کلیدی سازمان تامین اجتماعی و جایگزین کردن چهره‌های فتنه‌گر به جای نیروهای ارزشی و انقلابی معرفی کرده است. دادستان سابق تهران مدعی شده باندی که در پشت صحنه این تحقیق و تفحص قرار دارد در حوادث 18 تیر و فتنه 88 نقش داشتند و از اقدامات قانونی بنده لطمه دیدند و حالا در حال انتقام گیری هستند. چقدر آدم دلش برای آقای مرتضوی و نمایندگان مجلس میسوزه، واقعا کباب میشه. یه بونه دو قوطی ماهی تون این همه سر و صدا داره، بیچاره نماینده رفته درشون واکد، حالا به جای که بده به حوزه انتخابیش خودش نوش جان کرده. آقای مرتضوی هم که اصلا پسر پیغمبر. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که پیش از برگزاری کنفرانس ژنو درگیری ها در سوریه باید متوقف شود. به گزارش رویترز آقای بان کی مون در نیویورک گفت که پیش از اینکه مذاکرات ژنو دو آغاز شود برای حل بحران سوریه باید در این کشور آتش بس برقرار شود و هر دو طرف ملتزم به آن باشند. کمیساریه عالی سازمان ملل در امور آوارگان و پناهندگان نیز درخواست جمع‌آوری 4,200,000,000 کمک مالی برای آوارگان سوری کرده. آوارگان سوری که در ترکیه، اردن، لبنان و به صورت آزاد هم در چند کشور دیگه هستن،
شرایط بسیار سختی رو دارن، به ویژه در اردن، در داخل خود سوریه و همینطور در لبنان. سرما باعث شده که حتی دیروز یک فرمانده ارتش آزاد خشک شد، کودکان که جای خود رو دارن. سخنگوی سازمان ملل گفته این بیشترین میزان کمکی است که در طول حیات سازمان ملل بر این برای چنین هدفی منظور شده. سازمان ملل تخمین می‌زند که 6,300,000 نفر در سوریه آواره باشند. پیش بینی کرده در سال 2014 تقریبا 75% از 22.5 میلیون نفر جمعیت سوریه نیاز به کمک‌های بین‌المللی دارد. چون این از یک فرد و یک نظام برای بقای خود 75% از ملتش رو آواره میکنه، 140,000 نفر کشته، 10,000 مجروح، عده‌ای قربانی سلاح‌های شیمیایی، و بعد این آقا میخواهد بر سر قدرت بماند و آقای دیگری از جمهوری اسلامی آنچه از کمک لازم باشه براش میفرستند، حتی از گلوی ملت خودش. آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا چند روز مانده به جشن‌های میلاد عیسی مسیح کریسمس به اردوگاه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند افغانستان رفته بود. تأکید کرد که همه این نیروها، نیروهای بریتانیا، تا مطابق برنامه پیش بینی شده تا پایان 2014 افغانستان رو ترک خواهند کرد. او گفت توافقنامه امنیتی دولت افغانستان با آمریکا اگر امضا شود، شاید بتوان برنامه‌های آموزشی ناتو رو برای نیروهای افغان جهت مقابله با تروریسم ادامه داد و به اجرا گذاشت. روز گذشته دیوید جانستون وزیر دفاع و تونی ابوت نخست وزیر استرالیا نیز تاکید کردند آخرین گروه نظامیان استرالیایی پایگاه اصلی خود را در ولایت اوروزگان ترک کردند. در جریان ماموریت 12 ساله نظامیان استرالیایی در افغانستان 40 سرباز کشته و 250 تن مجروح شده. گزارشی داریم از مهستان بختیاری همکارمون که توجه شما رو به اون جلب میکنم. به موجب این گزارش خواهید دید دولت ترکیه موفق شد که مسئله ویزای ورود شهروندانشون رو به کشورهای عضو اتحادیه اروپا لغو کنه. دستاورد مهمیه، نگاه کنیم گزارش. همونطور که از چند هفته پیش در رسانه‌های ترکیه زمزمه‌های مطرح بود مبنی بر طرح معافیت روادید برای شهروندان ترک در سفر به اتحادیه اروپا، سرانجام این موضوع روز دوشنبه 16 دسامبر با امضای توافقنامه میان دولت ترکیه و اتحادیه اروپا شکل رسمی به خودش گرفت. توافقنامه‌ای که روز دوشنبه در شهر آنکارا به امضای آقای معمر گولر وزیر کشور ترکیه و سیسیلیا مالمستروم مسئول امور داخلی اتحادیه اروپا رسید، در واقع قید می‌کند در ازای منع روادید سفر برای شهروندان ترک در سفر به اتحادیه اروپا، ترکیه ملزم خواهد بود مهاجرین غیرقانونی که از خاک این کشور استفاده می‌کنند و وارد اتحادیه اروپا میشن رو پذیرا باشه و در مکان‌هایی که به این منظور قرار هست تدارک دیده بشه در خاک ترکیه این مهاجرین غیرقانونی نگهداری بشن. البته این توافقنامه قرار هست که از 3 تا 3.5 سال دیگه شکل اجرایی به خودش بگیره. با امضای این توافقنامه میشد خوشحالی رو در گفتار دولت مردان ترکیه به خوبی دید، هرچند که امضای این توافقنامه الزاماً به معنای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نخواهد بود، اما به نظر میرسه که امضای این توافقنامه یک گام بزرگ و اساسی ترکیه رو نزدیک کرده به آرزوی دیرینه خودش، یعنی پیوستن به اتحادیه اروپا. در این مراسم آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیر شخصا حضور داشتن. ایشون گفتن که نباید اتحادیه اروپا نگران باشه از امضای چنین توافقنامه‌ای، چرا که اساسا مشکلی به وجود نخواهد اومد. ترکیه نمیخواد باری بر دوش اتحادیه اروپا باشه، بلکه ما میخوایم باری رو از روی دوش اتحادیه اروپا برداریم. همینطور آقای داوودوغلو وزیر امور خارجه هم در اظهار نظری گفتن که آرزوی 50 ساله محقق شد. ترکیه از دیرباز و به ویژه در چند دهه اخیر همواره سکوی پرش مهاجرین غیرقانونی بوده که از خاک این کشور استفاده می‌کردند و وارد اتحادیه اروپا می‌شدند. با امضای این توافقنامه انتظار میره که دولت ترکیه بازنگری جدی رو در کنترل مرزهای خودش داشته باشه و با بکارگیری نیروی ماهرتر و بیشتر بتونه مرزهای خودش رو
بیشتر کنترل کنه. این بدان معناست که در سالهای آتی مهاجرت غیرقانونی از خاک ترکیه به اتحادیه اروپا بسیار بسیار سخت خواهد شد. در جریان هستید که خانم انگلا مرکل، بانوی آهنین آلمان، صدر اعظم این کشور، خوب دوباره توانست کابینه تشکیل بده. اکثریت مطلق در پارلمان در بوندستاگ نداشت، ولی توانست با احزاب دیگر یک کابینه ائتلافی قدرتمند درست بکنه و رسما اعضای کابینه‌شو معرفی کرد. صدای آلمان دوچه وله گفته دموکرات مسیحی ها در مجموع 6 وزارتخانه را در اختیار داشته، در اختیار داره. در این میان اورزولا فندرلاین، وزیر خانواده کابینه پیشین، به عنوان وزیر دفاع آلمان تعیین شده. این نخستین بار در تاریخ آلمانه که یک بانو در رأس وزارت دفاع قرار میگیرد. گذشته از آنگلا مرکل، رئیس دفتر وی، وزارتخانه کشور دفاع، دارایی و سلامت نیز در اختیار دموکرات مسیحی است. یک رخداد تاریخی دیگر حضور یک زن ترک تبار در دولت آلمان است. آیدان اوزوگز از حزب سوسیال دموکرات مشاور آنگلا مرکل در امور همپیوندی اجتماعی خواهد بود. آندریا نارلس دیگر زن حاضر در دولت جدید آلمان است. هیئت وزرای آلمان از امروز سه شنبه به طور رسمی کار خود را آغاز کرد. شگفت‌ها. در چین درگیری بین پلیس و افراد مسلح در منطقه سینکیانگ، منطقه مسلمان نشین، همانجا که شهر کاشغرش رو ما همه میشناسیم، در ادبیات ما آمده است. 16 کشته بر جای گذاشت. درگیری ها زمانی رخ داد که پلیس تلاش کرد چند نفر افراد مظنون رو در نزدیکی شهر کاشغر دستگیر کند، اما مورد حمله افراد مسلح با چاقو و مواد منفجره قرار گرفت. در اون منطقه تنش‌های قومی و مذهبی بالا گرفته و بسیار نگران کننده است. چین رو در نظر بگیرید با جمعیت و موقعیتش. منابع امنیتی آمریکا بعد از اینکه خبری رو دریافت کردن مبنی بر اینکه بمبی در دانشگاه هاروارد هست، دستور تخلیه ساختمان‌ها رو دادن. شبکه اسکای در پی تردید نیروهای امنیتی آمریکا به احتمال وجود بمب در دانشگاه، همه ساختمان ها تخلیه شد. یک محیط دانشگاهی بمبم بگن، جوانها، اساتید، پژوهشگران، چه اوضاعی خواهد شد. استاد بزرگوار ما دکتر احمد مهدوی دامغانی که عمرش دراز باد در اونجا در رشته دکترای ادبیات عرب و فارسی به تدریس مشغول است و هزاران دانشجوی مشتاق در ایران محروم از حضور استاد. مهندس هوتن دولتی، یک جوان عضو جبهه ملی و یک فعال حقوق بشر، بعد از 17 روز اعتصاب قضا، بنا به درخواست جمعی از فعالان سیاسی و حقوق بشری، اعتصاب قضای خود را شکست. نامه‌ای توسط خانواده این زندانی سیاسی منتشر شده که براتون میخونم. آنچه امروز شکسته شد نه اعتصاب قضای یکی از مریدان راه آزادی، بلکه صدای شکستن بغض در گلوگره خورده خادمی بود که از فرط عنایت دوستان و بزرگ مردان و بزرگ زنان و الطاف آزادگان این سرزمین شرمسار بود. لب فرو بستن از آنچه قوت لایموت میخوانندش سهل‌تر است از نشنیدن نصیحت ناصحانی که هر یک کوله باری از تجربه و انبانی از معرفت را حمایل کرده و در راه اعتلای این کهن دیار ایستاده سرود آزادگی سر میده. آنگاه که بزرگانی چون استاد ادیب برومند که به حق پیر دیر معانی هستند، امر به شکستن اعتصاب این حقیر را میدهند و آنسان که آزادگانی که خود شمع فروزان راه ناهموار آزادی به شمار میآید، حکم گشودن این روزه سیاسی را میدهند، جز اطاعت و گوش سپردن وظیفه دیگری ندارد. امیدوارم صدای اعتراض من در این مدت قدری وجدانهای خفته را به بیداری فرا خوانده و مسیری را در جهت احقاق حقوق اولیه
تمامی زندانیان سیاسی هموار نموده باشد. پند حکیم محض ثواب است و عین خیر، فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید. هوتن دولتی، بند 350 افین. چهار زندانی در هفته گذشته در زندان ارومیه اعدام شدند. شماری دیگر اضافه می شوند بر فهرست اعدام شدگان در دولت آقای روحانی. سایت مجموعه فعالان حقوق بشر گفته اجرای احکام دادگاه عمومی در اجرای احکام دادگاه عمومی ارومیه هفته گذشته در این زندان چهار زندانی با حکم قصاص اعدام شده. خبر اعدام این چهار نفر با گذشت یک هفته هنوز از سوی دستگاه قضایی ولی فقیه عنوان نشده. مجموعه حقوق بشر گفتن نزدیک به 170 زندانی متهم به قتل در زندان مرکزی ارومیه در انتظار اعدام به سر می‌برند. طبیعی است با مجرمی که قتل نفس میکنه باید برخورد کرد، ولی اعدام وحشیانه ترین عملی است که یک انسان میتواند علیه یک انسان دیگر، حتی مجرم و گناهکار، انجام دهد. برای تنبه او زندان به گمان من که نباید در این بخش خبر بهش اشاره کنم ولی زبانم رو نمیتونم نگه دارم، بهترین مجازات است. خانواده مریم شفیع پور، فعال دانشجویی زندانی، از وضع جسمانی او ابراز نگرانی میکنه. سهام نیوز میگه مریم شفیع پور 5 ماه است که زندانی است و اخیراً دچار تپش قلب شدید بوده و یک بار نیز بیهوش شده است. بیش از این نیز 2 ماه مریم در بند 209 زندان اوین بود. دانشجویان دانشگاه هنر ساعت 13 سه‌شنبه امروز 26 آذر روبروی ساختمان حوزه ریاست دانشگاه دست به تجمع زدن و خواستار استعفای رئیس این دانشگاه شد. به گزارش آینده در این تجمع شعارهایی چون رئیس بی‌لیاقت، استعفا استعفا و نیز شعارهایی علیه رئیس حراست دانشگاه سر داده شد و دانشجویان معترض خواستار برچیده شدن فضای امنیتی در دانشگاه شدند که از آغاز جمهوری اسلامی همچنان برقرار بوده است. شورای اتحادیه اروپا با صدور بیانیه اعلام کرده که در صورت تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده است بر پایه توافق ژنو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را، مسیری که گذاشتن، تعلیق به حال تعلیق دارد. این شورا خواستار اجرای فوری توافقنامه ژنو شده است. در همین راستا وزیر خارجه ایران هم گفته که جان کری و کاترین اشتون موافق نهایی سازی زودرس مذاکرات ژنو هستند. نگاه کنیم به یک گزارشی در این زمینه. نظرها پیرامون توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1، وزیر خارجه ایران گفت جان کری و کاترین اشتون موافق نهایی سازی زودرس مذاکرات ژنو هستند. محمد جواد ظریف گفته است هفته گذشته با همتایان آمریکایی و روسی خود و همچنین رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا گفتگو کرده و جان کری و کاترین اشتون از تعهد خود به نهایی سازی زودرس روند مذاکرات ژنو سخن گفتند. آقای ظریف که با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مصاحبه می‌کرد افزوده است با نظر آقای کری و خانم اشتون موافق است. ظریف درباره مسئله غنی‌سازی بار دیگر تاکید کرد ایران برنامه خود را هرچند با مقداری محدودیت و شفافیت بیشتر ادامه خواهد داد. وی در این باره گفته است ایران وقت زیادی در این راستا صرف کرده و تلاش زیادی نیز انجام داده و غرب را به این نقطه رسانده تا توهم رساندن غنی‌سازی در ایران به صفر را کنار بگذارد. آقای ظریف در ادامه تاکید کرده است چه دلیلی دارد که در این مورد کوتاه بیاییم. وی در ارتباط با راکتور آب سنگین عراق نیز گفت نمیتوانیم زمان را به 20 سال عقب برگردانیم و از ایران بخواهیم تا بعد از این مقدار سرمایه گذاری مادی و انسانی پروژه را کنار بگذارد. وزیر خارجه ایران گفته است البته برای حصول اطمینان از اینکه این راکتور صرفاً صلح‌آمیز بماند راه‌های مختلفی وجود دارد.
آقای ظریف همچنین تاکید کرده است ما به دنبال سیاست ایجاد ابهام نیستیم و چنین قصدی نداریم. ما دنبال روی سیاست شفاف سازی هستیم و سلاح اتمی هم نمی خواهیم، اما دستور و تحکم را هم قبول نخواهیم کرد. و در خبر دیگر، بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران قرار است روز سه‌شنبه در بروکسل با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند. آقای عراقچی که عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران است، روز یکشنبه به آلمان رفت و با معاون وزیر خارجه آلمان گفتگو کرد. در همین راستا شورای اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در صورت تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده است بر پایه توافق ژنو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را بلافاصله تعلیق کند. این شورا همچنین خواستار اجرای فوری توافقنامه ژنو شده است. این بیانیه تصریح می‌کند اجرای فوری اقدامات داوطلبانه از سوی همه طرف‌ها هم اکنون امر کلیدی است. ایران باید تعهدات خود را با حسن نیت به اجرا درآورد. شورای اتحادیه اروپا هم به نوبه خود متعهد است گام‌های ضروری را بردارد و تحریم‌های اتحادیه اروپا را که در برنامه اقدام مشترک قید شده بلافاصله پس از تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اجرای اقدامات اتمی مربوطه از سوی ایران و بر اساس توصیه نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی به حال تعلیق. این داستان پلیس پیشین آمریکایی آقای رابرت لوینسون هم مشکلی شده. سناتور مککین معروف حضورتون که رقیب انتخاباتی اوباما بود گفته که شکی ندارد که ایرانی ها از مکان او با خبرند. آقای مککین ضمن اعلام این خبر همچنین سازمان سیا را به گمراه کردن کنگره آمریکا متهم کرد. مککین در گفتگو با CNN تاکید کرد سیا واقعیت ها را درباره لوینسون نگفته بود، چون آقای جان کری هم وزیر خارجه آمریکا در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد برای یافتن مأمور سابق FBI در سطوح بالا تلاش کرده است و حتی مسئله را با واسطه ها نیز مطرح کرد، احتمالاً با آقای ظریف هم همینطور. در این راستا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در واکنش به گزارش ها در مورد سرنوشت رابرت لوینسون مأمور سابق FBI که گفته می شود برای انجام مأموریتی به جزیره کیش رفته بود، بعضی میگن مأموریت برای سیا، ضمن اعلام بی‌طرفی بی اطلاعی از سرنوشت وی تاکید کرد مأمور امنیتی آمریکا در ایران به سر نمیبرد، اگر نمیبرد پس چرا ایران اعتراض کرد؟ شگفت‌آور رفتار متناقض و حرفای متناقض. دولت روسیه استقرار موشک‌های بالستیک اسکندر با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای در منطقه کالینگراد رو تایید کرد. روزنامه آلمانی بیلد نوشته که روسیه چند موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای در غرب این کشور در نزدیکی مرز منطقه بالتیک مستقر کرده است. کالینگراد غربی ترین منطقه روسیه است و در نزدیکی مرزهای لهستان و لیتوانی قرار دارد. قبلا یادتونه غربی‌ها از دیوار موشکی در اونجا صحبت می‌کردن. استقرار موشک‌های بالستیک اسکندر به مرزهای غربی روسیه در نزدیکی مرزهای غربی در راستای کشمکش و مقابله این کشور با برنامه سپر ضد موشکی آمریکا در قاره آفریقاست. سپر ضد موشکی میگذارید، ما موشکی میگذاریم که از سپرتون عبور میکنه. در شیلی نامزد سوسیالیست انتخابات ریاست جمهوری میشل باشله با کسب بیش از 62% آرا برنده دور دوم انتخابات شد. رقیب او اولین متنی کمی بیش از 37% آرای رای دهندگان را به دست آورد. این اولین بار در تاریخ شیلی بود که مبارزه انتخاباتی برای تصدی مقام ریاست جمهوری میان دو بانو صورت می‌گیرد. گزارش اینجا داریم توسط همکارانم تهیه شده، توجه کنید. در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری شیلی که روز یکشنبه 24 آذر ماه برگزار شد، میشل باشله نامزد سوسیالیست با کسب 62.2% آرا برنده این انتخابات اعلام شد. اولین ماتئی رقیب باشله از محافظه‌کاران 37.8% آرای رای دهندگان را به دست آورد. دور اول انتخابات ریاست جمهوری شیلی 26 آبان 92 برگزار شد. در این دور باشله 47% و رقیب او 25% آرای رای دهندگان را کسب کردند.
سوسیالیست ها، دموکرات مسیحی ها، سوسیال دموکرات ها و کمونیست ها از نامزدی خانم میشل باشله حمایت کردند. اولین ماتئی پیروزی رقیب خود را پذیرفته و به وی تبریک گفته است. این دو سیاستمدار رقیب دوستان دوران کودکی بودند، اما کودتای 1973 شیلی به رهبری آگوستو پینوشه راه این دو را از هم جدا کرد. این اولین بار در تاریخ شیلی بود که مبارزه انتخاباتی برای تصدی مقام ریاست جمهوری میان دو زن سیاستمدار در می گرفت. رئیس جمهور جدید شیلی در نخستین اظهارات خود پس از اعلام نتایج انتخابات همچنین بر اصلاح قانون اساسی کشور تاکید کرد. قانون اساسی کنونی شیلی در دوره حاکمیت نظامیان تنظیم شده است. باشله با تاکید بر اینکه دموکراسی در شیلی متولد شده گفته است: اکنون زمان مناسب فرا رسیده است. ما نیروی اجتماعی، اکثریت پارلمانی و نیز شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را برای پیشبرد تغییرات لازم در اختیار داریم. خانم باشله 62 ساله ریاست جمهوری خود را روز 11 مارس 2014 20 اسفند 92 آغاز می کند و جانشین سباستین پیناترا خواهد شد. خانم باشله از سال 2006 تا 2010 نیز رئیس جمهوری شیلی بود. سباستین پینرا رئیس جمهوری کنونی پیروزی باشله را به وی تبریک گفت و روز گذشته طی دیداری با او درباره روند انتقال قدرت گفتگو کرد. حتما به یاد میارید آقای مطهری نماینده سرشناس مجلس برادر همسر آقای لاریجانی گفتند که یک معاون و مدیر کل وزارت اطلاعات به خاطر دستگاه های شنودی که در دفترشون گذاشته بودن برکنار شدن و ایشون در نشست با آقای علوی و معاونانش اطلاع پیدا کرد. حالا بله میگویند که نماینده مجلس این صحبت رو کرده بود و الان میگویند که نه، ممکنه چنین اطلاعاتی چندان درست هم نباشه. اب نداره، گزارشی ما داریم که ملاحظه خواهید کرد که بعد از اون توجه شما رو به ادامه برنامه ها از جمله بررسی مطبوعات توسط دوست و همکار عزیزمون آقای عباس‌زاده جلب میکنه. یک منبع آگاه در گفتگو با وبسایت انتخاب ضمن تکذیب اخبار مربوط به برکناری معاون و مدیر کل وزارت اطلاعات به دلیل شنود دفتر علی مطهری نماینده تهران گفت این موضوع تغییر معاونت و مدیر کل وزارت اطلاعات مربوط به چند ماه پیش بوده است. این مقام آگاه به انتخاب که سایتی نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس ایران است گفت تفسیر و تحریف بیانیه مطهری توسط رسانه ها موجب شده است که این گمانی نادرست در جامعه پخش گردد که تغییر معاون و مدیر کل مربوطه وزارت اطلاعات ناشی از شکایت وی به دلیل شنود دفترش بوده است، در حالی که علی مطهری در بیانیه خود چنین موضوعی را اظهار نکرده و صرفا اطلاع داده است که معاون و مدیر کل مربوطه تغییر کردند و این رسانه ها و افراد در داخل و خارج از کشور بودند که از این متن برداشت کردند که دلیل برکناری شنود از دفتر آقای مطهری بوده است. این مقام افزود البته در بیانیه آقای مطهری تاریخ دیدار ایشان با معاون وزارت اطلاعات نیز اشتباه ذکر شده است، اما اصل دیدار صحیح بوده و در ماه جاری برگزار شده است، اما تغییر معاونین وزارت اطلاعات که محدود به معاونت مورد نظر آقای مطهری نیز بوده است مربوط به چند ماه قبل بوده و ارتباطی به موضوع شکایت مطهری ندارد و طبیعی است که پس از تغییر معاونین مدیر کل مربوطه نیز مورد بازنگری قرار گیرد. علی مطهری نماینده مجلس روز شنبه 23 آذر ماه در بیانیه اعلام کرده بود که به دنبال تحقیقات درباره نصب دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری در دفتر کارش در 5 ماه پیش یک معاون و یک مدیر کل وزارت اطلاعات در ارتباط با این پرونده از سمت خود برکنار شدند. در بیانیه روز شنبه علی مطهری همچنین آمده بود که افراد برکنار شده به نادرستی کار خود اعتراف کرده و تنبیه شدند. اسامی این افراد هرچند مستعار نزد این جانب محفوظ است. آقای مطهری 22 تیر ماه از کار گذاشتن دستگاه‌های مختلف استراق سم و فیلمبرداری در دفتر کار خارج از مجلس خود خبر داده بود. به گفته ای وی در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات تصویر فردی که آن را نصب می کند به وضوح دیده می شود و تصویر 2 نفر دیگر از 9 نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدودی واضح است. علی مطهری از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد بود و ای همچنین بارها از حبس خانگی طولانی زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی
انتقاد کرده است.